بسم الله الرحمن الرحیم. ما در درس 21 تجوید قرار داریم و در درس گذشته ما راجع به اقسام صفات حروف عربی و تقسیم بندیش یک اندازه مختصر چیزها را شرح کرده بودیم. در این درس می خواهیم که یک اندازه زیادتر راجع به صفات خود بلد بسازیم و در هر بار درس خود ما دو صفت به صورت خوبتر و بهترش میخواییم که شرح کنیم. در درسای گذشته ما گفتیم که صفات به دو گروه تقسیم میشه، صفات لازمه و صفات عارضه، یعنی صفات اصلی و صفات سببی. صفات لازمه را ما دوباره به دو گروه دیگه تقسیم کرده بودیم یا تقسیم شده، ما تقسیم نکردیم، خب مطلب علمای تجوید تقسیمش کرده، که به نام صفات متضاد لازمه و صفات غیر متضاد لازمه، که یکیش متضاد است یکیش غیر متضاد. متضادش به این معناست که در پنج گروپ است و در هر گروپ دو صفات وجود داره که یکی به ضد دیگه خود عمل میکنه، این را به خاطر صفات متضاد میگن. و صفات غیر متضاد لازمه صفات را میگن که به تنهایی خود عمل میکنه و صفت ضد نداره. صفات متضاد لازمه را که گفتیم در پنج گروپ است و در هر گروپ دو صفات موجود است که یکی به ضد دیگه خود عمل میکنه، 5 ضرب 2 10 صفات میشه. و در صفات غیر متضاد لازمه 7 صفات است که مجموع میشه 17 صفات در صفات لازمه. و بعضی علما میگن نه 17 نیست، 18 است. بازی رو پسان میگیم که سرش که 17 و 18 هزی در کجا تفاوتش است، یعنی مطلب در درسای آینده ما این باز شرح میکنیم. در آل ما میریم بالای صفات جهر و صفات همس که گروپ اولی از صفات متضاد لازمه است. ما اگه یادتون باشه در درس‌های گذشته ما یک جدول روان کرده بودیم، گفتیم که این صفات هم قوی داره از خود، هم صفات ضعیف داره، که صفت جهر صفت قوی است در حروف و صفت هم صفت ضعیف است. خب حال ما میریم میبینیم که صفت جهر چی رو میگن، صفت هم چی رو میگن. جهر در لغت بلند گفتن و اعلان کردن میگوین و در اصطلاح صفت حروف میگوین که در وقتی که ما او را ادا میکنیم جریان هوا بند میشه و تارای صوتی بالایش فشار میاد در حنجره، و وقتی که فشار در حنجره بالای تارهای صوتی آمد تارهای صوتی لرزش پیدا میکنه. و اگه ما انگشتان خود به گوشای خود بگیریم و حروف به قسم سکون یا مد ادا کنیم، ما به خوبی لرزه را در تارای صوتی در حنجره خود مشاهده کرده میتونیم. مثلا وقتی که ما میگیم به سکون ادا کنین یا به مد ادا کنین، به سکونی است که الف پیش از حرف بانین، و در صورتی که میگیم مد است الف بعد از حرف بانین. ما مثلا اگر در نظر بگیریم کدام حروف شامل از این حروف جهر میشه، 19 حروف است که الف با جیم دال ذال را زا ضاد طا ظا عین غین قاف لام میم نون واو و حرف یا. ای حروف 19 حروف است. و اگر ما مثلا یکی از حروف ببینیم که چی رقم صفت جهر داره، گفتیم که اگر ما این رو به سکون تلفظ کنیم یا با مد تلفظ کنیم، ما لرزه را در تارای صوتی در انجره دیده میتونیم. مثلا حرف جیم انتخاب میکنیم، اگر من این با سکون تلفظ کنم میگم اج اج. میبینیم که وقتی که اج میگم این تارای صوتی در گلون لرزه میکنه. و یا ای که اگر من با مد تلفظش کنم میگم ج ج. حرف هوا قیت است، تارای صوتی فشار میگیره و صدا بلند شده میره. خب علما به خاطر از این که
این حروف چطور ما به حفظ کنیم؟ این سخت است که ما تعداد از این حفظ کنیم و کدام حرف بود، کدام حروف بود یا نبود، یا یک سیستم حفظ کردنش یا جور کردن. اگه یادتان باشه ما در افغانستان امی کمان رستم که بود، اگه یادتان باشه که افرنگ است، او افرنگ ما حفظ کردنش برای ما سخت بود. ما در کتاب بوده برای ما آورده بود، گفته بود که قن سانب، قن سانب یعنی که اولش به رنگش قرمز است و آخرش هم بنفش است. به می رقم در صفات هم می رقم سیستم یا پیش گرفتن که صفات حروف جهره که به نام مجهوره میگن، ایره به اینطور یک جمله جور کردن. در بعض حالات همین جملات معنا میته، در بعض وقت این معنا نمیته. مثل از این عزم وزن و قاری این غد زی طلب جد، یعنی که اینمی حروف کلش یک جا کردن و این تا یک چیزی جور کردن که بفهمن که اینی حروف شامل حروف جهر است. و حروف همس در لغت ضعیفی یا آرامی را میگن و در اصطلاح صفت حروف میگن که هوا در جریان ادا کردنش جاری میشه، یعنی بند نمیشه، هوا جاری میشه و تارای صوتی بالایش فشار نمیه و تارای صوتی لرزه نمیگیره، از او خاطر ای ضعیف ادا میشه و در اول بلند میباشه، با خروج هوا ای ضعیف شده میره. اگه یادتان باشه من برتان همیشه میگفتم که بسم الله الرحمن الرحیم که شما میگین بیس سینه، میگفتم که یکم کش کنین که مثل صدایش اس بته، اس انگلیسی اگه یادتان مانده باشه. اینمی سینه من چندین بار گفتم که اینمی همس است، به می خاطر ما میخواییم که صدایش در اول بلند باشه باز پایین شوه. این یک از صفاتی بود که ما قبلا راجبه یک کم اتم نامش میگرفتیم. خب این صفت همس ایره به نام ای شامل 10 حروف است و عبارت از حروف ت، حروف ت، ث، ح، خ، سین، شین، صاد، کف، ف، ها. 10 حروف است و به مو رقم ایره علما لغتایش و ای حروف با هم یک جا ساختن و یک چیز را جور کردن که میگن فحثه شخص سکت، که اینمی حروف کلش یک جا ساختن که میگن که حرف مثلا حرف سین در اگر در همس است، حرف صاد در همس است، حرف شین در همس است. یعنی در صورتی که ما شین میگیم در اول، شین صداش بلند است، بعد از او وقتی که ما اش میگیم مثلا اش، شین در اول بلند است پس آن ضعیف شده میره. یا مثلا میگیم اس، سین تلفظ میکنیم اس، سین در اول صداش بلند است باز پخش میشه. یا مثلا در لفظ جلاله، لفظ جلاله را که ما گفتیم که الله الله، امی های لفظ جلاله را وقتی ما تلفظ میکنیم ای ها در اول بلند است و با خروج هوا ای ضعیف شده میره، که ها باید صحیح تلفظ شود. نام الله متعال که ما میگیریم باید بگیم الله متعال، امی ها را درست تلفظ کنیم. ایره من سابقا بر شما گفته بودم و در سوره الناس در درس گذشته ما خواندیم که الناس، الناس گفته بودیم که سینش باید که کم فامیده شوه که حروف همس است و سینش مثل اس انگلیسی تلفظ شوه که در اول بلند است، باز کمه که صدای خود از دست میده با خروج هوا. و در ای پایین اگر متوجه باشین من نشته کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، رنگای حروف بعضی شما آبی کردیم که اون نمایندگی از حروف همس میکنم. الحمد لله رب العالمین، میبینین که ها و ها اردیش رنگش آبی است و من الجنتی و الناس ای تا در الجنه ای
از جمله حروف حمس است که ما رنگش تغییر دادیم، رنگش آبی ساختیم. و در ونس ما گفته بودیم اگه یادتون باشه که باید نون مشدده ما غنم بکنیم، ام شدت بدیم و ام غنم بکنیم و سینم که در آخر ما ای از جمله حروف حمس است که باید صدایش خوب بلند با کشیدن نفس ای زور خود از دست میده. امید است که فهمیده باشین ای درس راجع به صفت جهر و صفت حمس بود و در درس بعدی انشاءالله ما سوره الفلق پیش میبریم و در او اول ترتیلش یاد میگیریم، باز قواعد تجویدی و صفاتی که در سوره الفلق ارتباط میگیره او را بیان میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.